عبدالله ابن سلام رضی الله عنه: هر کس از تماشای مردی بهشتی مسرور می شود به عبدالله ابن سلام بنگرد. حسین ابن سلام یکی از دانشمندان و پیشوای دینی یهودیان یثرب بود. مردم مدینه با ملیتها و ادیان مختلف از او تجلیل و قدردانی می کردند و او را محترم شمرده و ارج می نهادند. در بین مردم به پرهیزکاری، استقامت و صداقت مشهور بود. حسین زندگی آرام و بی دغدغه‌ای داشت. وی وقت خود را به سه قسمت تقسیم کرده بود. قسمتی را در کنیسه به موعظه و عبادت صرف می کرد. قسمتی را در باغ به اصلاح و تلقیح نخل‌ها می پرداخت و بالاخره قسمتی را در مطالعه تورات و تفکر در دین به سر می برد. هر بار با خواندن تورات بیش از پیش در اخباری که مژده و بشارت ظهور پیامبری در مکه را می داد می اندیشید و در آن مورد به تحقیق و تفحص می پرداخت. پیامبری که رسالت پیامبران پیشین را تکمیل می کرد و به مأموریت آنها خاتمه می داد. اغلب از خواندن اینکه پیامبر محل بعثت خود را ترک و به مدینه مهاجرت می کند و در آن اقامت می گزیند از شادی هیجان زده می شد و از الله تعالی می خواست که به او عمری عطا فرماید تا ظهور این پیامبر را به چشم خود ببیند و به شرف ملاقاتش نایل آید و اولین کسی باشد که به او ایمان می آورد. الله تعالی دعای حسین ابن سلام را مستجاب کرد، زیرا که اجلش تا ظهور پیامبر هدایت و رحمت به تأخیر افتاد و شرف ملاقات او نصیبش گشته و با او یار و هم صحبت شد و به حقیقت نازل شده بر او ایمان آورد. حسین ابن سلام می گوید: روزی بالای نخلی مشغول به کار بودم و عمه‌ام خالد دختر حارث پای درخت نشسته بود. شخصی در حالی که آمدن پیامبر را اعلام می کرد میان ما آمد. به محض شنیدن این خبر با صدای بلند بانگ برداشته و گفتم: الله اکبر، الله اکبر. عمه‌ام با شنیدن تکبیرم گفت: آیا همان پیامبری است که خبرش را به ما می دادید و می گفتید پیامبران قبل از خود را تصدیق می کند و رسالتهای پروردگار را تکمیل می کند؟ گفتم: بله همان است. آنگاه شتابان و بیدرنگ به خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتم. دیدم که مردم بر در منزلش جمع شده اند. تلاش کردم تا از میان آنها به او نزدیک شدم. اولین سخنی که از او شنیدم چنین بود: ای مردم، در بین خود سلام و آسایش را رواج دهید، مردم را غذا دهید، محتاج را خوراک دهید، وقتی دیگران در خوابند نماز بخوانید که با کمال امنیت و آسایش وارد بهشت می شوید. مدتی به او خیره گشته و اندیشیدم. دیدم که سیمایش سیمای دروغگو نیست. آنگاه به او نزدیکتر شدم و گفتم: گواهی می دهم که جز الله معبودی به حق نیست و محمد رسول الله است. رویش را به طرف من برگرداند و گفت: اسمت چیست؟ گفتم: حسین ابن سلام. فرمود: بلکه عبدالله ابن سلام. گفتم: باشد، عبدالله ابن سلام. قسم به ذاتی که تو را به حق مبعوث کرده است، بعد از این اسمی دیگر را دوست نخواهم داشت. آنگاه به منزل خود برگشته زن و فرزندان و افراد خانواده خود را به اسلام خواندم. بیشتر آنها مسلمان شدند. به آنها گفتم: اسلام خود را مخفی کنید، تا اجازه نداده ام نباید یهود را از آن با خبر سازید. عبدالله ابن سلام مانند تشنه لبی که از آتش بیرمق گشته و تازه به آب رسیده باشد به اسلام روی آورد. او زندگیش را فدای رسیدن به بهشت کرده بود تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم مژده آن را به او داد و این خبر در بین صحابه منتشر شد. این مژده داستانی دارد
که قیس ابن عباده و دیگران آن را روایت کردند. راوی می گوید در مدینه در یکی از حلقه های علم در مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم. در این حلقه پیر مردی گشاده رو و نورانی بود. او برای اطرافیان گفته های شیرین و جذاب و مؤثری می گفت. وقتی بلند شد تا برود جماعت گفتند هر کس از دیدن اهل بهشت مسرور می شود به این شخص نگاه کند. گفتم این شخص کیست؟ گفتند عبدالله ابن سلام است. آری مژده بهشت بر او مبارک باد.